خب تمرین 26 گفتم که در مورد irregular verbs افعال بی قاعده یه ذره صحبت میکنیم، چند تا مثال براتون میزنم و با خودتون باید تمرین بکنید، تمرین نکنید یه ذره کارمون خراب میشه. ببینید افعال بی قاعده شکل و شمایلشون و صداشون عوض میشه وقتی از زمان حال میری به زمان گذشته یا اسم مفعولش. خب وقتی من میگم قسمت سوم فعل، اگه یه وقت گفتم قسمت سوم فعل، منظورم این اسم مفعوله یا past participle. past participle وقتی میگم قسمت دوم فعل، اتوماتیکوار بدونید دارم راجع به گذشته صحبت میکنم، گذشته ساده. وقتی میگم خود فعل یعنی hold، مثلا اینجا hold یعنی present tense، زمان حال. ببینید hold میشه نگه داشتن، یکی از معنیاش. خب این فعل بی قاعده است، منتها یه سری فعلای بی قاعده هستن که قسمت دوم و سومشون یکیه. حالا من چند تاشو براتون میگم، یعنی بیشترشون رو بهشون براتون میگم. hold نگه داشتنه، held نگه داشت، heldم قسمت سومشه. پس ببینید این فعل بی قاعده ایه که قسمت دوم و سومش یکیه. خب حالا دو سه تا مثال میزنیم، بعد من کلی از این فعلا رو براتون میخونم. ببین I hold his little hands، من از دستای کوچولو موچولوشو نگه میدارم تو دستم. I hold his little hands، مثلا برادر کوچولویی دارید دستاشو گرفتید تو دستتون، میگه I hold his little hands. خب حالا تو جمله دوم ببینید گذشته ساده است. I held his little hands. I held his little hands. دستای کوچولوشو نگه داشتم تو دستم. بعد توی این مثال سه این حال کامله. I have held his little hands before. مثلا دارید صحبت میکنید میگید دستای کوچولوش چقدر نازه و اینا، شما میگی آره من تو دستم نگرش داشتم. I have held his little hands before. مثلا من بعضی وقتا دست نوامو میگیرم، منش میگم چقدر دستای قشنگیه. اگه میخواستم تو این جمله بگم چون دختره نوه من، میگم میگفتم I have held her little hands before. دستای کوچولو نازشو قبلا دستم گرفتم. خب ولی اینجا هم این زمان جدیدیه که یاد گرفتیم، حال کامل استمراری. I have been holding his little hands for 3 hours. خب چیکار میکنی؟ مثلا رفتید باغ وحش جایی بگردید با نوتون با پس بچه‌تون اینا، میگی من دستای کوچولوشو 3 ساعت تو دستم نگه داشتم، دستشو گرفتم. I've been holding his little hands for 3 hours. خب حالا این مثالا رو زدیم، حالا بیایید با هم دیگه راجع به افعالی صحبت بکنیم که همشون بی قاعده ان و قسمت دوم و سومشون یکیه. حالا من اینا رو میخونم براتون، حداقل صداش آشنا بشه براتون، اسپلینگش رو ببینید. خب اولی هست یک، ببینید من از اینجا میخونم، میام اینجا. خب بایت یعنی گاز گرفتن، گذشتش میشه بیت. قسمت سومش هم میشه بیت. ببینید پس این افعال بی قاعده است که قسمت دوم و سومشون یکیه. خب دو دیگ یعنی کندن، مثلا زمینو میکنید که چاه بزنید، یا یه سگی میاد دیگز هول، یه سوراخ درست میکنه که استخونشو قائم بکنه. دیگ دگ. ببینید نمیگید داگ، داگ یعنی سگ، میدین دی یو جیه دگ. خب خط سه بلید، بلاد هست که میشه خون، بلید یعنی خون اومدن، گذشتش میشه بلد.
خب این داره طولانی میشه، ادامه میدم تو تمرین 27.